سلام و عرض ادب همراهان ارجمند، مشتاقان یادگیری انگلیسی در کانال انگلیسی مثل آب خوردن. سپاس که پیگیری می کنید کانال رو و درس ها رو دنبال می کنید. دوستان، در این درس می پردازیم به عبارت هایی برای بیان خواهش می کنم و معادل هایی برای اون. موارد کاربرد تعداد زیادی از عباراتی که مطرح میشه زمانی است که برای کسی کاری انجام دادیم و از ما تشکر صورت میگیره و ما هم این عبارات رو به کار میبریم. در این کلیپ دوستان، هر عبارت چندین بار خونده میشه و این تکرار برای تعمیق یادگیری در ذهن شماست. حالا میپردازیم به عباراتی برای خواهش میکنم و معادل هایی برای اون. پر انرژی و مشتاق میریم که یاد بگیریم. No problem. No problem. No problem به معنی مشکلی نیست. مسئله خاصی نیست. No problem. No problem. Of course. Of course به معنی البته. دقت کنیم دوستان، در اینجا of با اسپل of با تلفظ of متفاوت از کلمه of با اسپل of که اون به معنی خاموشه. Of course. Of course. It was nothing. It was nothing. این عبارت به معنی چیزی نبود. کار خاصی نکردم. It was nothing. It was nothing. No worries. No worries. No worries به معنی نگرانی نداره، مسئله ای نداره. No worries. No worries. Sure. Sure. Sure به معنی حتماً، قطعاً. Sure. Sure. Sure thing. Sure thing. Sure thing یعنی باید این کارو میکردم. حتماً و بدیهیه که این کارو باید میکردم. مسلمه. Sure thing. Sure thing. It's okay. It's okay. It's okay یعنی اوکیه. موردی نداره. It's okay. It's okay. You're welcome. You're welcome. You're welcome به معنی خواهش میکنم. دقت کنیم دوستان، welcome اگر به تنهایی بیاد به معنی خوش آمد، استقبال و پذیراییه. اما در این عبارت به معنی خواهش میکنم. البته باید واقف باشیم که این مدل خواهش کردن، این مدل خواهش میکنم گفتن با خواهش کردن و درخواست کردن دو عبارت متفاوتن و فرق دارن. این عبارت به عنوان یک لفظ تعارف آمیز که بیان میکنه کار خاصی نکردم و اختیار دارید به کار برده میشه. You're welcome. You're welcome.
Don't mention it. Don't mention it. این عبارت به معنای مطرحش نکن، یعنی حرفش هم نزن. در اون حد نیست که بخواید مطرحش کنید. Don't mention it. Don't mention it. You got it. You got it. این عبارت به معنی خیالت راحت. داریش. You got it. You got it. Glad to help. Glad to help. این عبارت به معنی خوشحالم بابت کمکی که کردم. دقت کنیم به تلفظ glad که هیچ صدایی بین گ و ل تلفظ نمیشه. نمیگیم glad. 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 Glad to help. Glad to help. Anytime. Anytime. Anytime به معنی هر زمان. هر زمان که امری داشتید در خدمتم. Anytime. Anytime. That's all right. That's all right. این عبارت یعنی همه چی ردیفه، مسئله ای نیست. That's all right. That's all right. Never mention. Never mention. این عبارت مشابه don't mention it به معنی هرگز مطرحش نکن. قابل نبوده کارم. Never mention. Never mention. Glad to have helped. Glad to have helped. این عبارت یعنی خوشحالم که کمکی کردم. Glad to have helped. Glad to have helped. Not a problem. Not a problem. مشکلی نیست. مسئله نیست. Not a problem. Not a problem. I'm happy to help you. I'm happy to help you. به معنی خوشحالم که بهتون کمک کردم. I'm happy to help you. I'm happy to help you. It's my duty. It's my duty. به معنی وظیفمه. It's my duty. It's my duty. That's absolutely fine. That's absolutely fine. یقیناً خوبه، قطعاً خوبه. That's absolutely fine. That's absolutely fine. Certainly.
certainly یعنی حتماً، یقیناً، بدون شک. دقت کنید به تلفظ بسیار مهم این کلمه که خفه میکنیم ت و ن رو. certainly. دقت کنید دوستان و تکرار کنید با صدای رسا. certainly. certainly. cool. cool به معنی باحال. cool. cool. اینجا it's all gravy. it's all gravy باعث خرسندی است. ما دوستان یک اصطلاح رو مطرح می‌کنیم که قطعاً نباید انتظار داشت که واژه‌اش رو معنی کنیم اینجا، ولی در کل اصطلاح اینطوریه که معنی خاصی رو میده، یک معنی کلی متفاوت از معنی تک تک واژگان. It's all gravy. It's all gravy. My pleasure. My pleasure. مایه خوشحالی منه. مایه خرسندی و خوشحالی بنده است. My pleasure. My pleasure. Not at all. Not at all به معنی چیزی نبود، کار خاصی نکردم که. Not at all. Not at all. Glad to be of any assistance. Glad to be of any assistance. خوشحالم که کمکی کردم. Glad to be of any assistance. Glad to be of any assistance. عزیزان همراه، خدا قوت. تلاشتون تحسین برانگیز واقعا. همین همراهی و فیدبک های مثبت شما به ما هم انگیزه میده که هرچه بهتر و غنی تر در خدمتتون باشیم و انجام وظیفه کنیم. اینجا باید بگیم It's our duty و glad to help. بله، این عبارات رو باید به کار ببریم. وظیفه ماست و خوشحالیم بابت کمکی که می کنیم. در هر صورت دوستان، تأکید همیشگی ما بر تمرین و تکراره. لطفاً عبارات این درس رو در قسمت کامنت بنویسید. رو نویسی و روخانی از روی این عبارات درس تأثیر بسیار زیادی در به خاطر سپاری اونها داره. سپاس بیکران بابت همراهی و حمایتتون دوستان عزیز. کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال کنید، ویدیوها رو به اشتراک بگذارید تا دیگران هم استفاده کنند. روزگار هممون روشن و پرفروغ در پرتو مهر یزدان.